خانم حق نگهدار، از حضور ایفما و سینماگران مستقل بر روی فرش قرمز ونیز به ما بگیم چطور پیش رفت و چه اتفاقاتی افتاد؟ کانون فیلمسازان مستقل ایران در 80مین دوره فستیوال ونیز امسال با بنری روی فرش قرمز حضور داشت. روی این بنر اسامی هنرمندان زندانی و همچنین هنرمندانی که با قید وثیقه آزاد شده بودند بود. ما خواهان آزادی بی قید و شرط هنرمندان هستیم در ایران. و در کنار خودمون حضور تاثیرگذار زر امیر ابراهیمی رو داشتیم که امسال در فستیوال ونیز خودش فیلمی به اسم تاتامی رو داره و همچنین حضور اشکان خطیبی که تازه به ایتالیا اومده روی فرش قرمز داشتیم و هیئت جوری روی فرش قرمز بودن، حمایت کردن از زن زندگی آزادی، آلبرتو باربرا که مدیر فستیوال هست همراه با هیئت جوری، جین کمپیون و بقیه اعضای هیئت جوری، همه اینها حضور داشتند. همراه ما همگی شعار زن زندگی آزادی سر دادن و همچنین در پایان یک فلش موب که با همراهی انجمن ایرانیان دموکراتیک ونیز اجرا شد، ما دعوت کردیم از سینماگرانی که روی فرش قرمز هستند که این بنر رو به نشانه حمایت از هنرمندان ایرانی و مردم ایران امضا کنند و خب هیئت جوری امضا کرد و تمام هنرمندان و سینماگرانی که حاضر بودن روی فرش قرمز این رو امضا کرد. به نظر شما این نوع حضورها توی جشنواره‌های بین‌المللی چه تأثیرات و بازخوردهایی داره؟ چه کمکی می‌کنه در اطلاع رسانی درباره وضعیت امروز ایران و وضعیت سینمای ما؟ به طور کلی هر بازتاب خبری از اتفاقاتی که توی ایران میتونه بیفته روی افکار عمومی جهانی تاثیر داره و خب قطعا محافل سینمایی و بین المللی در زمینه سینما خیلی تاثیرگذار هستن، چون چهره های درخشان و سینمایی حضور دارن و ما وقتی که با صدای بلند روی فرش قرمز اسامی هنرمندان زندانی رو صدا می کنیم، یا هنرمندانی که به قید وثیقه آزاد هستن، یا هنرمندانی که به دلیل اینکه فیلمی ساختن الان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. هنرمند که مجرم نیست، هنرمند خلق میکنه، ولی با هنرمند تو کشور ایران توی جمهوری اسلامی مثل یک مجرم برخورد میشه. وقتی که ما صدای ایران رو برند میکنیم روی فرش قرمز ونیز، خب مورد توجه قرار میگیره و بازتاب رسانه‌ای داره. در حقیقت ما تلاش میکنیم نه فقط صدای هنرمندان باشیم، چون در ادامه صدای هنرمندان صدای مردم ایران هم هست، صدا شنیده بشه، مردم ایران دیده بشن، شرایط دیده بشه. وقتی که صحبت میشه از هنرمندی که توی زندان هست به دلیل نوعی که فکر میکنه، مینویسه، خلق که انجام میده، خب به تبع کل اون سیستم زیر سوال میره و دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه با پروپاگاندا سفیدشویی کنه، پس بنابراین در تنگنا قرار میگیره. در حاشیه این حضور در جشنواره ها، چه کن، چه برلین، چه الان توی ونیز و جشنواره های مختلفی که از ابتدای امسال بوده، یه مسائلی مطرح میشه از قبیل سانسور، از قبیل عملکرد وزارت فرهنگ که در جمهوری اسلامی چقدر متفاوت از وزارت فرهنگ در کشورهای دیگه، که به جای اینکه نقشش تسهیل باشه، نقشش یه جورایی بازدارنده است حتی در خلق اثر هنری ارزشمند. این مسائل الان در یک سال اخیر خب پررنگتر شده به خاطر حضور سینماگرای مستقل. فکر میکنید که چقدر تغییر داده شناخت سینمای جهان رو و سینماگران جهان رو از اون چیزی که در روند فیلمسازی داخل ایران اتفاق میفته؟ اول از همه بهتون بگم همین که شما توی یک جشنواره بین‌المللی، چه برلین باشه، چه کن باشه، چه ونیز باشه، فیلمسازی باشه که فیلمش کاندید شده برای گرفتن جایزه و خودش حضور نداره، مثل جعفر پناهی که پارسا توی زندان بود و بهش جایزه دادن توی جشنواره ونیز، مثل محمد رسولوف که بدون حضور خودش بهش جایزه میدن، اینا همه نشون دهنده اینه که توی سینمای ایران یک فضای سانسور و خفقان خیلی شدیدی هست و
این یعنی خودش بیانگر هست، خود این وضعیتی که پیش میاد خب بیانگر این هست، این که غایب هستن این فیلم سازان. ولی میخوام به این اشاره کنم که از بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم در این سال جدید فیلم های یعنی در حقیقت فیلم هایی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران باشه توی جشنواره ها حضور ندارن و فیلم سازای جوان و مستقل هستن، فیلم هایی که مستقل هستن توی جشنواره ها حضور پیدا کردن و این بیش از پیش مشخص میکنه که اگر فیلم ساز مستقل ایرانی بخواد کار کنه قطعاً زیر بار چارچوبایی که وزارت ارشاد اسلامی براش میذاره نمیره، به دلیل اینکه سیستم سانسور و سرکوب توی ایران در سینما از زمانی که یک نویسنده فیلمنامه نویس شروع میکنه به نوشتن حضور داره تا زمانی که فیلم پخش میشه. یه فیلمنامه نویس وقتی که شروع میکنه به نوشتن دائم فکر میکنه چی بنویسم که مجوز بگیره، یعنی از همون اول داره فکر میکنه چه جوری داستانم رو بگم. بله هستن فیلمسازایی که میتونن راهش رو پیدا کنن، فیلمنامه نویسایی که راهش رو پیدا میکنن، خیلی خلاقانه چیزهایی مینویسن، آثاری مینویسن که خب فوق‌العاده میشه. ولی میخوام بهتون بگم که چقدر انرژی فکری یک نویسنده یک فیلمساز سمت این میره که من چی بنویسم که پذیرفته بشه، میخوام فیلممو کار کنم و بسازم. بعد میره زیر ممیزی ارشاد، میگن اینجا رو حذف کن، اینجا رو بذار، اینجا رو نذار، میاد برای ساخت، توی ساخت زیر نظر زیر کنترل، و بعد که فیلم تموم میشه میخواد پروانه ساخت بگیره، باز هم میره زیر تیغ سانسور و همچنان در مراحل ساخت هم همیشه فیلمساز به خودش میگه چیکار کنم که این فیلمه این مجوز رو بگیره و پخش بشه در حقیقت و نمایش داده بشه، و بعد هم که مجوز در حقیقت پخش میگیره توی خود سینماها ممکنه بهش یه فضایی بدن که نتونه خیلی فیلمش دیده بشه، یعنی حتی در پخش هم سانسور و سرکوب هست برای یک فیلمساز. و ما میبینیم که فیلمسازان مستقل شروع کردن خودشون دارن کارهاشون میسازن، کاری ندارن به مجوز داشتن نداشتن، دیگه خودشون اون چیزی رو که میخوان میسازن و توی جشنواره‌های جهانی شرکت میکنن و اتفاقا خیلی موفق بودن. حالا یه بخش از این فیلمسازان مستقل در ایران هستن، در ایران دارن کار میکنن، یه بخش هم در خارج از ایران هستن. ما شاهد آثاری هستیم که خارج از ایران هم ساخته میشه، مثل فیلم تاتامی که دیدیم توی جشنواره ونیس هست و مثل خیلی از فیلم های دیگه ای که میبینیم که فیلمسازان ایرانی چه مستندساز چه فیلمساز خارج از ایران دارن میسازن و توی جشنواره های جهانی شرکت میکنن و خب نمایش بین المللی دارن و خیلی هم موفق هستن.